اداره گذرگاه‌های مرزی عراق اعلام کرد که مرزهای این کشور همچنان بسته است. به گزارش شیوز به نقل از راشا تودی، اداره گذرگاه‌های مرزی عراق با صدور بیانیه اعلام کرد که مرزهای این کشور با کشورهای همسایه مانند ایران و کویت همچنان بسته است و تصمیمی برای بازگشایی گرفته نشده است. رسانه ها گفتند اداره مزبور این بیانیه را در واکنش به سخنان علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، درباره از سرگیری سفرهای زیارتی به عراق صادر کرده است. این بیانیه تاکید کرده بازگشایی مرزهای عراق به تصمیم وزارت بهداشت کشور عراق بستگی دارد. همچنین انسیف الخطابی، استاندار کربلای معلا و نیز لوعی علیاسری، استاندار نجف اشرف در بیانیه‌های جداگانه خبر منتشر شده درباره آماده شدن پروتکل‌هایی برای از سرگیری سفرهای زیارتی به این دو شهر مقدس را تکذیب کردند. بنابراین بیانیه‌ها ورود به شهرهای مقدس کربلا و نجف برای زائران خارجی پس از رفع خطر ویروس کرونا امکان پذیر خواهد بود. عراق در اقداماتی پیشگیرانه و در زمانی مناسب مرزهای خود را بست و تردد میان استانی را ممنوع ساخت. به این ترتیب این کشور موفق شد میزان ابتلا به کرونا را در سطحی پایین کنترل کرده و حرمهای مطهر نیز توانستند با رعایت نکات بهداشتی پذیرای زائران باشند.